توی پوشه 42 هستیم. یه موقع شما یه به همچین وبسایتی برای کلاینت یا مشتریتون ساختید، خب باید تمام تنظیمات رو اینجا انجام بدید، توی تمپلیت منیجر نذارید که کلاینتتون وارد شه. برفرض شما الان میبینید، من اگه برم داخل پارس کلیک انگلیش، ببینید ما اینجا اسم تمپلیت گذاشتیم پارس کلیک انگلیش، خب آپشن رو برید ببینید، نگاه بکنید، هیچی اینجا داخلش نداریم. بخاطر اینکه حالا من بهتون میگم چرا اینجا آپشن نداریم. توی کد هامون توی ایندکس HTML ایندکس PHP قرار ندادیم تگای XML رو، و شما یه سری آپشن رو باید اینجا قرار بدید. اولا مشتری بعضی موقع به شما میگه من میخوام این چیز رو عوض بکنم، لوگو رو عوض بکنم، و شما میگید که خب بیا برو مثلا توی کد من. نباید کد نویسی رو بهش یاد بدید، چون اون مشتری شماست، و کد نویسی رو اگر بهش یاد بدید میره توی تمپلیت مثلا اینجا توی PHP برفرض یه کدی رو اشتباه میزنه، برفرض این مساوی رو نمیذاره، تمام سیستم به هم میخوره، شما نمیدونید اوضاع چه قراره. بعد فردا زنگ میزنه به شما میگه بیا اینو درست بکن، بعد شما بهش میگید که همه چی رو به هم زدید، میگه نه من به چیزی دست نزدم، که هر چقدر بهش بگید قبول نمیکنه. چرا؟ چون فکر نمیکنه که حذف کردن این یه دونه چیز اینجا خیلی تمام کارا رو به هم میزنه، فکر میکنه اینا همش این نوشته است، چیزی از وبسایت ساختن نمیدونه چون مشتری. خب شما بعد چند تا آپشن اینجا بذارید، به خاطر اون که برفرض میخواد مشتری این هدر رو عوض بکنه، میخواد سفید بذاره و نمیتونه بره توی کدها این کار رو انجام بده، چه کار میتونید بکنید؟ اول این که بگم به شما، نباید بذارید مشتریتون بره داخل مثلا منیواتون. ببینید اگر تمپلیتتون اگر بره داخل منیو، برفرض منیو انگلیسی، اگر بریم داخل هوم میبینید که اینجا میتونه تمپلیت رو درست انتخاب بکنه. مثلا تمپلیت پارس کلیک داریم، انگلیش داریم، ایتالیایی داریم، و اگر تمپلیت زیاد درست بکنید میتونه اونجا اساین بکنه چه تمپلیتی رو میخواد. ولی این کار خوب نیست. یه موقع میگه که من همش نمیخوام سه تا رنگ داشته باشم، که من میخوام خودم انتخاب بکنم چه رنگی رو میخوام انتخاب بکنم. 24 میلیون رنگ داریم، چشم انسان 24 میلیون رنگ میتونه نگاه بکنه و تشخیص بده، من میخوام یکی از اونا رو انتخاب بکنم. شما نمیتونید برید 24 میلیون تمپلیت اینجا درست بکنید که. خب برای این کاری که اینجا انجام میدید، میریم داخل پوشمون. من داخل پوشه 42 الان اگه اینجا برگردیم عقب بذارید ببینم، داخل پوشه 42 هستیم. میریم کجا؟ این ایندکس تمپلیت دیتیلز XML رو باز میکنیم. خب این از این. بعد دوباره برمیگردیم اینجا، یه سری میریم داخل پوشه 42، دوباره میریم داخل پروتوستار. خب اینجا یه دونه تمپلیت XML داشت. خب این برای پروتوستاره دومی، این برای تمپلیت ماست. خب من میام این پوشه ها رو فعلا اینجا از چیز میکنم کاری باشد. این تمپلیت پروتوستار ما یه سری اینجا کد داشت، یادتون میاد فیلد نیم داشتیم اینجا، و از اینجا تا اینجا کانفیگ شروع میشد، و میبینید تا اینجا همش بسته میشد. خب من اگر اینا رو همه رو کپی کنم بیارم اونجا، یه سریاش میگه چجوری چه رنگی رو عوض بکنه، یه سریاش میگه مثلا چیکار بکنه. اگر بریم داخل تمپلیت منیجرمون، بریم داخل پروتوستار دیفولت، آپشنش رو نگاه بکنید، میبینید این آپشن ها رو اینجا نوشته. این آپشن ها چی هستن؟ این آپشن ها تمام این فیلد نیم های هستن که اینجاست. مثلا میگه تمپلیت کالر رو مثلا میخوای چه رنگی بکنی، بک‌گراند کالر رو میخوای چه رنگی بکنی، لوگو رو میخوای چه رنگی بکنی. من این دوتا رو میخوام عوض بکنه براش، تمپلیت کالر رو و میخوام بک‌گراند کالر رو و لوگو رو عوض بکنه. میام چیکار میکنم؟ میام اینجا تمپلیت کالر رو، البته تمام اینا رو من کپی میکنم اول تا کانفیگ، همه رو کپی میکنم، این رو میبندم. خیلی خوب دقت بکنید، اینجا پلیس هولدر داره، میبینید اینجا من اینا رو پیست میکنم اینجا همه رو. خب و الان اگر نگاه بکنید اینجا میبینید که کانفیگ و این همچین چیزایی رو داریم. من تمپلیت کالر رو میخوام، تمپلیت بک‌گراند کالر رو میخوام، لوگو رو میخوام، سایت تایتل رو نمیخوام، پاک میکنم این رو. بعد سایت دیسکریپشن رو، ببینید یه دونه اینو اگر
یه موقعی همچین چیزی یادتون بره، کل سیستم به هم میخوره. خیلی خوب دقت بکنید. یه همچین سایت دیسکریپشن رو نمیخوام، گوگل فونت رو نمیخوام، آپشن 1 و 2 رو نمیخوام. بذارید این دوتا رو از بین ببریم. فیلد نیم یه اینجا داریم به اسم گوگل فونت، این رو نمیخوام. فلوید کانتینر و این دوتا چیز رو هم نمیخوام. الان بعد یه سری هم چک بکنیم ببینیم آیا این چیزهایی که نوشتیم اینجا سایتش تگاش درست بسته میشه یا نه. ببینید کنفیگ رو روش کلیک میکنیم، خب این کنفیگ اینجا بسته میشه، فیلدز اینجا بسته میشه، فیلد ست اینجا بسته میشه، فیلدز فیلد یه دونه اینجا داریم، یه دونه اینجا داریم، که میبینید که این فیلد که بالا داریم با پایینی، الان اگه من بک بزنم ببینید این فیلدی که ما با بالایی داریم اینجا تقریبا فیلد ست اینجا بسته میشه و این فیلد ما تقریبا اینجا بسته میشه و این رو ما دیگه احتیاج نداریم. میبینید خیلی خوب دقت بکنید ببینید خودمان احتیاج دارید. من این تمپلت کالر رو میذارم رنگش رو 2-2-2، خب و این لیبلش رو ایناشو میخواید چجوری تغییر بدید. من تمپلت بک‌گراند کالر رو که اینجا گذاشته خودش یه بک‌گراند کالری بهش داده. من چجوری بگم بهتون، میخواید این رو کلن بردارید دیفالت رو و این دیفالت رو هم خوش نداره و اینجا میتونید سیو بکنید و نگاه بکنید اینا اگه خواستید عوض بکنید به زبان خودتون میتونید عوض بکنید. اینا چیزایی که نوشته اینجا زیاد مهم نیست، دیسکریپشن و اینا، تمام این چیزایی هستش که اینجا میاد بالا. میبینید روی تایتل میاد بالا، بک‌گراند کالر، یه همچین چیزایی. اینا رو اینجا خودش به نظر من دست نزنید. یه موقع سایتتون رو میخواید به یه زبان دیگه بکنید و این پروتوستار میاد چیکار میکنه؟ تمپلیت رو به اون زبون ترجمه میکنه، اینا رو همه رو به اون زبون ترجمه میکنه. اگر سایتتون به یه زبون هست میتونید اینا رو تغییر بدید، ولی به پیشنهاد من اینا رو تغییر ندید. الان اگر ما اینو سیو بکنیم جو ریفرش بزنیم میبینید که چیزی تغییر نکرد. اگر ارور داد باید برگردید اینجا ببینید چیتون درست کار نمیکنه. اگر من این رو ببندم بریم داخل پارس کلیک انگلیش، آپشن ها رو نگاه بکنید میبینید که الان اینجا یه سری آپشن اومده. خب اینا رو میبینید TL Protostar Label، لیبل ها رو به نظر من مثلا عوض بکنید. مثلا اینجا میتونید دیسکریپشن چی داده بهش، میبینید دیسکریپشن رو میتونید عوض بکنید. مثلا اینجا بگیم که مثلا لیبل، مثلا لیبلی که ما بهش میدیم، مثلا اسمی که ما بهش میدیم، میگیم که چی رو عوض بکن، تمپلیت کالر، و اینجا میگیم که change your template color here، و اینجا دوباره میگیم چی، template background color، template background color، و اینجا میگیم که حالا اینو کپی میکنیم دیگه، زیاد تونتون اینو تایپ نکنیم وقتی شما گرفته شه، و اینجا فقط من مینویسم change your template background color، و این تی رو هم کوچیک میکنم. اینجا نوشته میگیم upload logo و میگیم که upload your logo here. خب اینجا چیه؟ اینجا تمام اینایی که ما سیو میکنیم میاد اینجا نمایش داده میشه. حالا قبلا من فکر نمیکردم که اینا تقریبا تمام چیزایی کسی که اینجا می نویسیم، حالا من نمیدونم چی شد، وگرنه اینا خودش این بغل به همون جوری که ما میخواستیم نوشته میشد. اگر اینا رو به نظرم عوض کنید عیب نداره، همینجوری که من عوض کردم میبینید که چیزها هم عوض شد. این بغل template background color، change your template background color، و اینجا میبینید که 2-2-2 هست. و الان اگر من اینجا مثلا بزنم FF8000 سیو بکنم، خب اینجا نگاه بکنید ببینید که رنگ چیمون عوض شده. این FF8000 template color، خب این template color رو ما عوض کردیم که گذاشتیم تقریبا 2-2-2. این الان جواب نمیده اینجا به خاطر اینکه
ما باید تقریبا این پایین رو عوض بکنیم که پایین سیف فرش. خب این بک‌گراند کالر کجاست؟ بک‌گراند کالر پشت وبسایت ما هست میدونید، و این بک‌گراند کالر در اصل ما احتیاج نداریم، این بک‌گراند کالر رو تمپلت کالر رو احتیاج داریم، ولی خب من گفتم این دوتاش بذارید باشه. حالا اینو میذاریم صفر و این بالا رو هم میگیم تمپلتش رو بذار همین رنگی. و این تمپلتی که ما الان داخلش هستیم پارس کلیک انگلیشه، و این تمپلتی که ما ازش داره میخونه میره از پارس کلیک دیفولت داره اینا رو میخونه. من اومدم چیکار کردم، اینا رو یکیشو حذف کردم، میبینید که الان یکی شد. حالا بهتون جلوتر نشون میدم که چجوری میتونید این رنگا رو عوض بکنید، و آخری هم میگه که کدوم صفحه ها شما میخواد اساین بکنید. الان صفحه، اگر ما برگردیم بریم داخل پارس کلیک انگلیش، صفحه هایی که اساین کرده روش صفحه های این صفحه ها هست میبینید، و اینجا میتونید که لوگو اینجا اضافه بکنید بهش و خیلی کارهای دیگه انجام بدید، ولی رفته رفته به شما جلوتر میگم که چی کار بکنید که اینا کار بکنه.